همونطوری که همه ما که در لس آنجلس زندگی میکنیم باش آشنا هستیم، در ترافیک گیر کردند و از من درخواستند که این فاصله الان تا رسیدن ایشون رو پر کنم به یه نحوی. من راستش این کاره نیستم، ولی به قول سعدی آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین سهل. الان صدا بهتره. این گرد همایی امروز به مناسبت انتشار کتاب جدید خانم مهناز عطار هاست به اسم ما، که به طور مشترک با خانم دکتر فوزان جینی نوشتند. من با راستش رو بخواهیم با رمان های ایشون خانم عطار ها آشنایی ندارم. در تهران که بودم دنبال آخرین کارشون سنج و سنو برگشتم و نایاب بود، یعنی نتونستم پیدا بکنم. خانم عطارها تنها خبرنگار زن ایرانی بودن که در مورد طبیعت ایران کار میکردن و طراح فضای سبز هستند. نویسنده آثار متعددی هستند از قبیل رقصی چنین و سنج و سنابر که در سال 1382 منتشر شد و همینطوری که گفتم من چندین ماه پیش که در ایران بودم نتونستم این کتاب پیدا بکنم و این کتاب خارج از چاپ بود. از جمله جوایزی که بردن جایزه گلشیری است و رمان هایی هم البته دارند که یک مجموعه از داستان های کوتاه است و طبیعتا در این فضای ایران اجازه چاپ نگرفت. با خانم دکتر فوزان زینی آشناتر هستیم. ایشون از فعالان اجتماعی لس آنجلس هستند، روانشناس و رواندرمان هستند، ابتکاراتی در این زمینه های روانشناسی داشتند و مکتب جدیدی به وجود آوردند. تخصصشون در مورد روابط اینجوری که نمیدونم واقعا چجوری بگم، روابط نزدیک بین آدم ها و به خصوص بین زنان و مردانه و ایشون درمانگر شکستگی های این رابطه هست. تأثیری که ایشون داشتن در جامعه ایرانیان لس آنجلس بدون تردید قابل انکار نیست. خوشحالم که هم خانم دکتر فوزان جینی اینجا هستند، هم خانم مهناز عطارها اینجا هستند و رمان جدیدی رو که ایشون خانم عطارها منتشر کردن به اسم ما در اختیار ماست که هم راجع بهش صحبت خواهند کرد و هم این سعادت رو در واقع خواهیم داشت که این رمان رو بخونیم. من با خانم عطارها قبلا صحبت کردم، متاسفانه این سعادت رو نداشتم که رمان‌هاشون رو بخونم، چون همونطوری که عرض کردم در تهران این رمان نایاب بود و اینجا هم این رمان هنوز نرسیده بود و ولی در صحبت‌هایی که با خودشون کردم یک مسئله خیلی جالبی رو توی صحبت‌هامون مطرح شد در واقع. اون مسئله این بود که یا اون نکته این بود که لوکاچ در کتاب رمان تاریخی وقتی راجع به رمان صحبت می‌کنه میگه رمان یک فرم ادبی دموکراتیکه، یعنی کسی که این رمان رو می‌نویسه، نویسنده رمان
باید به یک فردیتی در یک جامعه رمانتیک، در یک جامعه دموکراتیک رسیده باشه. و شاید من جسارتاً این رو بگم که اگر ما رمانی در خور عرضه به جامعه جهانی نداریم، در حالی که رمان‌های متعددی رو ترجمه می‌کنیم و می‌خونیم و لذت می‌بریم، این است که شاید در یک جامعه دموکراتیک زندگی نمی‌کنیم. وقت در صحبتی که می‌کردیم با خانم عطارها، وقتی این مسئله مطرح شد، ایشون موافق بودند که چنین نکته‌ای درستی است. و اون چه که ایشون به من گفتن که سعی میکنن در رمان‌هاشون بهش برسن، این است که یک فرم رمانی خاص ایران، خاص فرهنگ و ذهنیت ایرانی درست بکنن. و این فرمی که ایشون راجع بهش صحبت میکردن این بود که یک فرد رو وقتی مطرح میکنند به صورتی زندگیش رو پیش ببرند که مجموعه ای از افراد، نزدیکان، وابستگان، چه از نظر نسبی چه از نظر فرهنگی باشه. این که ما بتونیم چنین فرمی رو در رمان ایرانی مطرح بکنیم و ادامه بدیم، تصور میکنم که یک تحول خیلی بزرگی است در نحوه نوشتن و رمان ایرانی جدیدی رو به بار خواهد آورد. تا اونجایی که من میدونم تنها رمانی که در خارج از ایران مطرح شده و من اطلاعات چندان زیادی ندارم، بوفکور صادق هدایت. رمان ما همونطوری که روی جلد هم مشخصه در واقع محصول مشترک دو نویسنده است. باز تا اونجایی که من میدونم بخشی از اون چه که بین آدم ها میگذره و چگونگی روابط آدم ها با همدیگه در این رمان رو خانم دکتر فوزان ژینی مطرح کردند و مشخص کردند بنا به تخصصی که دارن که چگونه است که آدم ها در نهایت عشق و علاقه با همدیگه روبرو میشن و ارتباط برقرار میکنند، ولی به محض اینکه داستانی اتفاق میفته و یک قضیه نابسامانی رخ میده، عکس‌العمل های خیلی شدید و خشن از خودشون نشون میده. تصور میکنم که ترکیب تخصص خانم ذهنی در زمینه روابط بین آدم ها که و تسلط نویسندگی خانم عطارها در زمینه رمان نویسی ترکیبی درست کرده که بسیار خواندنی خواهد بود. من متاسفانه دسترسی به هیچ کدوم از این نوشته ها و رمان ها نداشتم، اما با شناختی که از خانم فوزان ذهنی از دور دارم و آشنایی که از نزدیک با خانم مهناز عطارها دارم و گفتگوهایی که کردیم، مطمئنم که نوشته ها این به خصوص این نوشته نه تنها کاری که هر رمان خوبی میکنه، یعنی آدم ها رو در این حال که سرگرم میکنه و نگه میداره و حواسشون رو نمیذاره پرت بشه، در این حال نکته هایی رو مطرح میکنه و نشون میده که هر کسی در زندگی خاص خودش یک ارتباطی میتونه با این نکته و با این حادثه و با این واقعه و با این رابطه و چگونگی در هم فرو رفتن روابط و رویارو شدن آدم ها با هم دیگه به آدم نشون بده.
و هر رمان خوبی، هر فیلم خوبی، هر نوشته خوبی، هر شعر خوبی، شعری است که نکته ای رو مطرح بکنه که نکته مشترک تعداد زیادی از آدم ها باشه. اون چیزی که بعضیا در روانشناسی بهش میگن کهن نمونه یا صورت ازلی یا آرکتایپ، یعنی یک چیزی که وقتی مطرح میشه تعداد بسیار زیادی رو از نظر روانی به حرکت میندازه و این حرکت باعث میشه که در همه موارد، ولی به هر حال باعث میشه که آدم راجع به خودش فکر بکنه. یعنی وقتی شما یک مسئله، یک رمانی رو، یک مطلبی رو میخونید، اگر دنبال خودتون بگردید در اون رمان و در اون مطلب، به هر حال سر نخی پیدا خواهید کرد برای اینکه زندگی خودتون رو به یک مسیری ببرید که شاید به جای بهتری از اون جایی که هستید برسید. من فکر میکنم که اگر که خود نویسندگان، خود کسانی که اینجا هستند و آشناتر هستند از من، از قبیل مثلا خانم زینی یا خانم سرشار اگر لطف فرمید و این داستان رو ادامه بدید، برای اینکه من دیگه نفتم تموم شد.